خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که هم خوبید و هم سلامت و هم سرحال. من ارادتمند شما هستم، ستاره دلدار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی‌ایریا سیلیکون ولی و از طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و نازنین و گرامی هستم. خب میلیارد ها ریال تومان یا میلیون ها دلار خرج شد که بگن 22 بهمن روز بزرگی است برای ملت ایران و این پول عجیب ملت ایران خرج شد، در که ملت ایران خودشون حضور نداشتن، دولت ایران حضور داشت و وابستگان دولت ایران. خب معمولا در تمام کشور جهان سوم البته خیلی بیشتر، حالا مثلا میگید کشور جهان دوم هم هست، مثلا یه زمانی مثلا ابرقدرتی مثل روسیه هم از این کارا زیاد به شوروی، که البته از نظر نظامی خب اینا ابرقدرت بودن ولی از نظر اقتصادی هیچ وقت نبودن. معمولا خرج این گونه رژه ها و این گونه خودنمایی ها به گردن مردم بیچاره همون کشوره، مثلا کره شمالی هم چنین چیزی رو داره، یه مردم جشن مردم، یا چین هم داشت حالا همینطور، همه کشورهای بخته دنیا که مراسمی رو دارن، کشورهای بزرگ آزاد دنیا هم دارن ولی که مردم میکنن. مثلا فکر فرمایید که 4 جولای، 4 جولای که روز استقلال آمریکاست، خب مردم خودشون ترقه و توپ و تفنگ و اینا در میکنن، حتی اکثر چیزی که مثلا خود دولت میکنه که اینجا مثلا خب من 45 سال اینجا هستم، نگاه میکنم مثلا 4 جولای یه اسکاتلان هواپیما های مثلا جنگی میان رو بالای گلدن گیت، یه عملیات آکروباتیک انجام میدن، دوشون دودای رنگی میدن میرن. بزرگترین کاری که دولت میکنه همینه، بقیهشو مردم میکنن، مثلا قایقای تفریحیشون، قایقای بادیشون آتیش بازی میکنن، توپ در میکنن، فشفشه در میکنن، از این کارا میکنن، مردم میکنن نه دولت. ولی که در جهان سوم مثل امریکت ما که مردم واقعا یه نحیف و بیچاره و بدبخت هستن، اکثریت قریب به اتفاقا به جای این که این پول خرج مردم بشه خرج دولت میشه که بیاد یه چیزی لاتائلات بگن، یعنی واقعا لاتائلات ها، یعنی من میخونم میخوام اگه نزدیک دیوار باشه و سر هم بزنم به دیوار. مثلا آقای رئیسی اومده سخنرانی کرده میگه ما آزادترین کشور روی زمین هستیم. شما آزادترین کشور روی زمین هستی؟ پس چه همه زندانی دارید؟ چرا مثلا نرگس محمدی تو زندانه؟ خانم سوسوزه چرا تو زندانه؟ این همه مثلا خانم قلیاسه بیده قلیان چرا تو زندانه؟ این همه زندانی سیاسی شما دارید؟ این همه اعدام میکنید؟ این مملکت آزاده؟ اگر این مملکت آزاده آقای رئیسی 24 ساعت، نه نمیگم 24 ساعت، 48 ساعت شما به مردم آزادی بدید، بگید به شک حق ندارید جایی را آتیش بزنید، نمیدونم عملیات تخریبی بکنید، بیاد تو خیابون آزادید، به خداوندی خدا به 48 ساعت نمی که یه دونه آخون تو مملکت نخواهد بود، نه اینکه بکشندشون، همه فرار میکنن. خب بذارید مردم این نظرشونه بدن، این کشور آزاد. خب من الان همیشه تو مملکت یهو میرم آقا مرد بر بایده، او به تلویزیون دارم میگم دیگه، مرد بر ترامپ، نابود با سیاست های ترامپ و نمیدونم آقای بایده، به خداوندی خدا کسی کاری بکنه. الان من میتونم 50 نفر را بندازم، 100 نفر، 1000 نفر، 10 هزار نفر قدرت داشته باشم، آدم جمع بکنم برم تو خیابون بگم آقا من بر تمام سیاست مداره آمریکا. از کسی من کاری داشت؟
من میتونم این کار تو ایران بکنم؟ خیلی ساده است که به زبون ساده دارم میگم. من میتونم بگم آقای رهبر 85 سالشه، خودش میگه رئیس جمهور بالای اینا 70 سالگی نمیتونه رئیس جمهور بشه. چطور آدم 85 ساله تا روز آخر مرگش باز رهبر مملکت بشه؟ من میخوام بپرسم مگه مملکت آزاد نیست؟ چرا این آقای خامنه ای تا الان 45 ساله نیومده جلو دوربین به سوالای مردم جواب بده، به سوال خبرنگارا جواب بده، نه اینکه چهار تا دانشجو خودشونو بردارن بیارن اونجا بگن این سوالا اونم بکنن؟ اگه آزاده، اگه آزاده، هزار تا میلیون ها سوال هست، چرا اجازه نمیدید بکنن مردم؟ میگن ما مستقل ترین کشور جهان هستیم. آقای رئیس سخنرانی 22 بهمنشون یکی گفت ما آزادترین کشور روی زمینیم، یکی دیگه گفت ما مستقل ترین کشور، هر کاری دلمون میخواد بکنه. خب آراتون گند زده که آقا من میشه بدون دنیا، توافق دنیا شما کاری بکنید، بگید اسمش هم از استقلال. خب گند زدید که این وضع مملکت شده با این سیاستاتون. میگه ما گفتیم نه شرقی نه غربی، خب بی خود گفتید آخه، اصلا نیست چنین چیزی، اصلا چنین وابستی با آقای پوتین اخ بکنه شما گیش کردید تو شلوارتون. مستقل ترین تو مستقل ترین کشور بودی آقای رئیسی، چه تا شیش ماه پیش یه سال پیش میگفتیم حکومت نمیدم فلان عربستان سعودی، تا چینی ها بهتون گفتن خفه برید باشون بسازید، همه خفه شدید. وقتی که یه کشیده گوشتون میزنه، سیلی به گوشتون میزنه، آقای خامنه‌ای که با سیلی میزنن که نتونه با آمریکا سیلی بزنه، ولی اونا تا سیلی میزنن جای دردش انقدر که همون سمتی که اینا سیلی زدن میدوید میرید، میگن برید به طرف عربستان میرید. نه آقا رئیسی، استدلال شما در مورد مسائل دنیا، آزادی و دموکراسی و این صحبت ها خیلی باسمنیه. همون دجالیان دزد است دیگه که دزدی میکنه خوش فرار میکنه که دزد بگیرید. شما ضد آزادی، ضد دموکراسی، ضد واقعا بشریتی که خلاف شما فکر کنن همه اینا هستید. بعد بگید ما آزادیم، آزادترین کشور دموکراسی، دموکراتترین کشور روی زمین. خدا شکر الان دیوار نیست که سرام بزنم به دیوار. مستقل ترین کشور روی زمین. خب در آقای رئیسی شما نه کشوری بودی که آزادی بدونی یعنی چی، نه جایی بودی که استقلال بدونی یعنی چی. از حوزه اومدی فرستادن تو دادگاه، آدم کشتی، چند سالت بوده؟ 19 20 30 سالت بوده دیگه، نه اون زمان زمان 60 و کشتار 67 که این هم آدم کشتی. خب تو اصلا معنی دموکراسی نمیدونی چیه. هر کی که مثل شما صحبت بکنه آزادی داره، بهش میگه آزاده، دموکراسیه. هر کی خلاف شما صحبت کنه این یه توطئه غربیه، یه تمدن فرهنگ غربیه. آزادی مگه غربی و شرقی داره؟ شما میگی در حقوق بشر یا انسان ها آزاد به دنیا میان، همه برابر هستن. شما میگی نه، انسان ها وقتی برابرن که شیعه باشن، شیعه 12 امامی باشن، نمیدونم نمازشون رو خوب بخونن، روزشون رو خوب بگیرن، روزشون رو بگیرن، گریهشون رو بکنن، سینهشون رو بزنن، خمس و زکاتشون رو بدن، حتی آخونده رو بدن، بعد این میتونه با همدیگه برابر باشه. اون تعدادی که با همدیگه این کار رو میکنن غیر از این وجود نداره. از نظر شما برابری و مساوات و حقوق برابر به برابر رژه 22 بهمنی که مثل همیشه گفتم که مردم از گرسنگی میمیرن، هی نمایش موشک تو خیابون میدن. اصلا من نگاه کردم واقعا فکر گلایی که جلوی فقط جلوی رئیسی بود تو میدون شهریار یا میدون آزادی حداقل حضرت عباسی 20,000 دلار گل بود، حداقل اگه 50,000 دلار نبود. حالا من گل فروش نیستم، ولی فکر کنم خیلی بیشتر. حالا
گفتیم گل یادتونم نره که والنتاین در راه چهارشنبه و در آمریکا. حتی خب در آمریکا چیه، توی ایران هم همه والنتاین میگیرن روز عشق. از زمانی که ما بودیم نبود، اون ببینید اون زمانی که ما ایران بودیم از این حرفا نبود والنتاین روز عشق و فلان، همیشه به نظر عشق عاشقی آزاد بود. حالا که زمان آخوندا که عشق برایشون اصلا معنی نداره، اصلا عشق وجود نداره، مردم از حرصشون والنتاین میگیرن. اینم از اما یه چیز دیگه، این آقای نتانیاهو اونم مثل این آخوندا جندشه در آورده. ما چند دفعه اومدیم آقا بسته بسته، این همه آدم کشی بسته آقای نتانیاهو. امروز نگاه کنیم رئیس سیاست های خارجی اتحادیه اروپا است، وزیر امور خارجه بریتانیا، رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور هلند یا وزیر امور خارجه، آقا همه کشورهای دنیا ریختن سر آقای نتانیاهو. آقا بسته، رئیس سیاست های اتحادیه اروپا میگه خب شما بخواد به این شهر حرفا حمله کنی، 1,000,000 نفر جمعیت رفته اونجا پناهنده شده، کجایی نمیخواد بپرسی؟ کره ما؟ آقای نتانیاهو بسته دیگه، این همه آدم کشی. من نمیگم، رئیس سیاست های خارجی وزیر خارجه هلند میگه، به آمریکا میگن آقا لحظه ندید به این اسرائیل. اگه واقعا آقای بایدن، باز من نمیگم رئیس اتحادیه اروپا داره میگه، نمیدونم وزیر امور خارجه هلند میگه، خواست وزیر هلند میگه، رئیس جمهور بید میگن آقا اسلحه ندید به اسرائیل. اگه واقعا میخواد آقای بایدن 45 دقیقه با آقای نتانیاهو صحبت کرده که آقا بس دیگه، کجا رو میخواید دیگه خراب کنید؟ چیزی نمونده آقای نتانیاهو دیگه. بعد آقای رفیق ما آقای مناشمیت باش صحبت میکنیم، وقتی یه سوالی خارج از عشق ایشون یا عشق بعضی متعصبین به اسرائیل میشه عصبانی میشن. ای بابا هر چیز حدی داره دیگه. درسته الان هیچ جوری کشوری به اسرائیل آقای نتانیاهو نمیرسه الان، ولی که آقای نتانیاهو اشتباه میکنه از اسرائیل پشت بذاره بینومید افکار عمومی دنیا چی دارن در مورد این آدم فکر میکنن، چی در موردش فکر میکنن. یه شهری که 1,500,000 پناهنده داره میخواد آقا بمبارونش کنه، داره میکنه، 37 نفر امروز کشته. بس یه خونریزی دیگه، از چیز نسبتی داره میگه ما در جنگیم. در جنگ با کی؟ کی جلوت اسلحه گرفته؟ خیلی خب 500,000 تا اومدن ریختن 1,200 هم کشتن. خب بعدش که تموم شد اینه که قدرت دیگه نیستن، که میگه ما در جنگیم. کدوم توپخانه، کدوم نمیدونم زره پوش، کدوم نمیدونم نیروهای زرهی مقابلت هست که داری میجنگی؟ هیچ، از اون بالا فقط بمب میریزی، اینا نه دفاعی دارن نه چیزی دارن. امروز من دیدم تمام سران کشورهای جهان، حالا مثلا به چین و روسیه اینا کاری نداری، و اینا که متحد اسرائیل هستن، همه با امروز ها کلن همه به آقای نتانیاهو توفی کرد. آقای بایدن گفت آقا بسته. آقای رئیس اتحادیه سیاسی، رئیس سیاست اتحادیه اروپا گفت آقا بسته. وزیر امور خارجه انگلستان گفته بسته. وزیر امور خارجه هلند گفته بسته. نماینده سازمان ملل در مسائل آوارگان در این جنگ در غزه و فلسطین میگه بسته. دبیرکل سازمان ملل متحد میگه بسه. همه اشتباه میکنه آقای نتانیاهو، من به تو قول میدم فکر میکنی که قدرت دنیا دستته. همین آمریکایی ها رو میبینی، همین ها یه ترتیبی میدن که تو خود کابینت خودتو بذارن کنار. آقا نمیشین همه گردن کلوفتی تو دنیا دیگه. ببخشید هموطنان که اینچی به از یهودیان متعصب معذرت خون کارش نمیتونم بکنه، من نظرمو میگم، نه اینکه معذرت خون کار حرف خلاف اینه، من شما عصبانی میشید و الان من حرفم حقه.
به خاطر حرف حق گفتن کسی معذرت نمیخوام. من میدونم که چون من دیدم دیگه یک دو تا دوستای من هست یهودی متعصب وقتی چنین چیزایی میگم اون کله منو میکنن. آقا تعصب بده در هر زمینش، همون که حزب اللهیه همون توی حماسی تعصب داره، شما میگی زشته، تعصب اینجوری هم به مسائل یک کشوری به نام اسرائیل هر کاری میکنه باز تایید کنید غلطه. پیامه میبینیم هوش مصنوعی اون هفته آقای دو هفته میشه آقای مهندس دکتر فرزاد روح‌پرور یه چیزی گفت که من زیاد از ازش گذشتم ولی که این دفعه نمیخوام بگذرم. میگن که دو نوع آدم روی کره زمین به زودی ظاهر خواهد شد، خواهیم داشت. زیاد ازش من گذرا شنیدم ولی که بحث کرده بودم چجوری میشه نفهمیدم نفهمیدم. اما رو بینیم برمیگردم این دفعه میخوام بفهمم آقای فرزان رو فرور چی میگن. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت شما هموطن بسیار بسیار نازنین خودم و جناب آقای فرزان روح‌پرور. جناب روح‌پرور سلام بر جناب علی قربان. سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شما. خیلی خوشحالم که بازم میتونیم در خدمت شما و آقای سپر و بینندگان عزیزتون باشیم. آقای دکتر مهندس فرزان روح‌پرور شما که همش با کامپیوتر و نمیدونم این چیزا در تماس هستید و یه چیزای بیرو، الان والنتایمه آمادگی از این دنیای خشن کامپیوتر و اینا دارید دور بشید فاصله بگیرید و این گلفروشی چی اسمش بود؟ بله گلفروشی رو برید قنادی بیشن تو سنحوزه هست هارمونی جدیدم افتتاح شده، خیلی جای واقعا قشنگی هم درست کردن. برید و برای والنتا برای خانم گل و شکلات اینا بخرید یا هنوز جریان کامپیوترید. حالا گفتن هر چیزی جای خود باید داشته باشه و تمام جشن و عشق و محبت هم آدم باید بالاخره یک بارانزی در زندگی باشه و من فکر کنم شما درست میگید. ولی گل همین چند روز و شیش پنج روز و شش باشد این گلستان همیشه خوش باشد، بالاخره بعد اون گلستان آباد باشه. حالا من اینو همیشه که گفتم وسط حرفم پشیمون شدم حقیقتش، ولی یه حرفمو زده بودم و تا آخرش میرفتم و اگه میگفتم مثلا یه چیزی میگفتم گفتم ای من دارم به چی دارم اینا رو میگم، بعد گفتم خب یعنی چی، یعنی خب اشتباه کردم بگم تا آخرش بعد توضیح میدم. فرزان یکی از اون آدم های استثنایی است که من که هیچی شما به نظرم کمتر میزنید دیگه. فرزان در حالی که گفتم بیش از 50 اختراع داره، استاد دانشگاه است. الان که اختراعاتش این باتری است که 7 برابر عمر داره که اگر بتونه از این کارتل های بزرگ باتری در دنیا که جلو کارشون به هر حال به هر نوعی میستر بگذره، دنیا با باتری های آقای فرزان روح‌پرور و اختراعشون روشن میشه. آقای روح‌پرور همه اینا رو گفتن. یکی از هنرمندان کم نزید از زدن تاره، تارو میزنه نه اینکه فقط تار میزنن، میزنن حسابی میزنن
و کارتباز واقعا صاحب نامی بودن، مربی تیمای بزرگی در اینجا بودن. به هر حال یه جوری همینطور که خود فرزان جون هم گفت، هر چیز به جای خیش نیکوست. هم کار به اصطلاح تکنولوژی و خشک تکنولوژی دنبال میکنن، خیلی هم موفقه. همین که میبینی موسیقیدار خوب، نوازنده خوب، حالا اگر موسیقیدار حداقل نوازنده فوق‌العاده‌ای هستن. شما لطفا تشکر کن فرزان جان، خیلی ممنون. شما واقعا همیشه لطفا قربونتون برم، محبت شما دیدنت بوده. فرزان بشه، من آقای فرزان خان روفرور دو تا رفیق هستیم، یعنی واقعا خارج از این میکسوف دوربین و میکسوفون که اسم این برنامه هست یک خودمانی، من از همینجا نشد چون خاصیت و چون میگن خصلت من اینه که با زندگیم کل زندگیم خودمونی باشم. برای من برنامه هم باشم یک خودمونی با یه دانشمند ارزنده و واقعا شایسته، چون دکتر مهندس فرزان روفرور وقتی رو ایر هستم همچنان خودمونی باید صحبت میکنم. شما داشت جناب روفرور از این مقدمه باشه، دفعه پیش شما ایشی گفتی، بعد فکر کردم که من در مورد این مسئله دقیقا باید بپرسم چجوری میشه. شما گفتی در آینده انسان هوش مصنوعی در واقع به صورت انسانی در میاد که گوشت پوست و استخون هم داره و با انسان که ما باشیم، انسان ناطق که تکامل پیدا کرده ما شدیم، تقریبا یکیه. میشه توضیح بده این گوشت و پوست و استخون و اینا کجا چجوری به وجود میاد داستان کامپیوتر شما؟ شما خب همونطوری که قبلا صحبت کردیم میدونین که الان دارن در لابراتوارهای مختلف در آزمایشگاه، در لوله آزمایشگاهی از سلول‌های بنیادی همون استم سل به قول آمریکایی‌ها گرفتن و میتونن جنین کامل درست کنن و هفته های این جنین رشد بدن، میتونن قلب رشد بدن، میتونن 3D پرینتر بگیرن و 3D پرینتینگ قلب مثلا واسه حفره قلب و دریچه قلب رو درست کنن و و و رو همین. اصل الان هم که دیگه هوش مصنوعی داره میاد و روز به روز در این متریال ساینس که همون دنیای مواد درست کنی هستش، من فکر کنم با این پردازهای جدیدی که در علم و دانش داره به وجود میاد، درست کردن پوست و گوشت و استخوان آنچنان چیز چالشباری نباشه و من فکر میکنم در آینده میبینید که همین در هفته پیش آقای ایلان ماسک اعلام کردن که اون چیپ و اون تراشه رو گذاشتن در مغز یک انسانی که الان این انسان میتونه به صورت تلتوپی مثلا میتونه شما با فکرش مثلا میتونه در رو باز کنه، کامپیوتر روشن کنه، حتی گیم بازی کنه و کاری بسیار مختلف میتونه انجام بده. این حالا اولش هستش، برای که کردن اومدن یک چیپ گذاشتن در درون مغز، یه سوراخ حفره چند سانتی متری درست کردن و الکترودها حدود 1024 تا الکترود در جاهای مغز با کمک کامپیوتر رفتن گذاشتن و این میتونه پرده برداری کنه از افکار شما که چی میخواین چی و از طریق بلوتوث این میتونه به سلفون شما، به تلفن شما و یا به کامپیوترتون این تمام این اطلاعات بفرسه و میتونه اگه مثلا کسی خواست به اینترنت خودش وصل کنه، سوالی داره، میتونه قشنگ به دنیای اینترنت وصل بشه و سوالاشو قشنگ مطرح کنه. رو همین اصلا فکر کنم در دنیای آینده شما یک کامبینیشن، یک ادغامی از انسان‌ها و ربات‌ها خواهید دید. البته که ممکنه ربات هایی باشن خب که 100% ربات هستن و ربات هستن که الان خودشون دارن ربات میسازن، خودشون رو پروگرام میکنن، خودشون رو برنامه نویسی میکنن. جالب اینه که خودمختار دارن میشن، روز به روز این خودمختاری داره بیشتر میشه و من فکر میکنم در آینده خیلی مشکل شما بتونید فرق بین یک انسان معمولی و یک ربات که مثلا در کنار شما در اتوبوس نشسته یا در خیابان شما میبینید بتونیم حس رو واقعا بفهمید.
فرقشون چی یعنی؟ یعنی تکستومش دکتر تکستومش غیر قابل تصوره که با حالش ها تو اتوبوس نشستی یا آدم مسئولی هم بقیرت اونم ایستگاه بعدی میخواد بیادش. دقیقا میگم این حالت این فعلا ما در ابتدای این جاده و مسیر هستیم و به صورت واقعا نجومی داره به صورت تصاعدی داره روز به روز این هوش مصنوعی توسعه پیدا میکنه. دارن کوانتوم کامپیوتر میارن که اون کوانتوم کامپیوتر هم که وقتی که اینا ادغامش کنیم به هوش مصنوعی واقعا یعنی هم هاردویر هم سافتور در آقا سافتور کوانتوم کامپیوتر رو دوست دارم که حالا گفتید خب ببینید منم خدمتتون گفتم شما میدونید یه روز گفتم که برای تماشاگران عزیز بزرگان کامپیوتر نشسته بودن آقای منم بغل آقای دست رو فرور بودم همه از کارهای خودشون تعریف میکردن بخاطر معرفی کنم خودم به من که رسیدم گفتم خب تو چیکار کردی گفتم من رفیق آقای فرزانم هر کاری کرده ببین همون کارا میتونی به اسم من بذاری چیزی نمیدونم. خب شما استاد دانشگاه هستید مخترع هستید و و و و خوب میدونید این کوانتوم کامپیوتر و کامپیوتر کلاسیک این یعنی چی؟ یعنی چی شده؟ این چه اسم جدید به وجود اومده؟ بله شما یکیش بر کامپیوتر کلاسیک قدیمی چیه؟ شما اتفاقا خودتون یه مقدار تواضع بی حد نشون میده. شما استاد هستین خودتون و گل سرسبت هستین. هر نظر من با شما مرتب در تماس هم صحبت میکنم و واقعا یعنی عمق و علمی که شما دارین در مورد تقریبا همه چیز بیشتر از بسیار کسانی هستن که دکترا و پی اچ دی مختلف دارن. وجود نازنینتون واقعا قلبا میگم افتخار میکنم. فیزیک کوانتومی یکی از زیر شاخه های فیزیک هستش که به مطالعات رفتار و ویژگی های مواد بسیار کوچک مانند ذرات اتمی و ذرات زیر اتمی ساب اتمیک اناتومیک به قول آمریکایی ها چیز میکنن میپردازن. در این نوع فیزیک به ما نشون میده که این دنیای اتم ها و ذرات زیر اتمی قوانین خودشون دارن. یک کوانتوم هستن میدونین یه چیزی هستش مثلا شما از یک پله میخواین برین به یه پله دیگه وسطش پله وجود نداره پس بنابراین بعد از این پله به اون پله برین. وقتی شما در دنیای مولکول ها نگاه میکنین قبلا میگفتن خب یک محوره خاصی دارن یا میتونین تو محور اول باشین دوم باشین سوم باشین وسط نمیتونین باشین. این بحث کوانتوم یعنی که از یک لول به یک لول دیگه بین دیسکریت هستش کانتینیوس نیستش. این ویژگی ها چند تا ویژگی خیلی خاص داره در این کوانتوم فیزیک بهش میگن یکیش بهش میگن سوپرپوزیشن و دیگری بهش میگن اینتنگلمنت. اینتنگلمنت و سوپرپوزیشن اینه که ما در کامپیوتر کلاسیک اگر نگاه کنیم ما فقط 0 و 1 داریم. حالا چرا 0 و 1 اصلا چی هستن؟ شما نگاه کنید در حساب معمولی در وقتی اعداد نگاه میکنیم ما رقم هامون از 0 هستن تا 9 و بیسمون و پایمون 10 هستش. پس بنابراین 0 تا 9 یعنی 10 که هستش وقتی 9 یکی بهش اضافه کنیم به پایه میرسیم میشه 10 و دو رقمی بشه. حالا ما وقتی که چیز داریم ما در دنیای کامپیوتر بیس ما پایه ما 2 هستش پس بنابراین رقم هایی که میتونید داشته باشیم یا 0 هستش یا 1 یکی به 1 اضافه کنیم 2 نمیشه. متوجه چی میگم؟ بعد یه رقم دیگه بهش اضافه کنیم. پس بنابراین و همونطوری که مثلا نگاه میکنیم مثلا وقتی که از 9 یکی اضافه کنیم میشه 10 از 99 یکی اضافه کنیم میشه 100 میشه این 3 رقمی. پس بنابراین وقتی پایه ما 2 باشه هر دفعه که از 2 بیشتر میشیم از 0 و 1 بهش اضافه میشه 2 پس بنابراین ما 2 تا رقم لازم داریم و این به خاطر این هستش. اینو بهش میگن بت در کامپیوتر رو بهش میگن بت. پس بنابراین مثلا اگر من خواستم عدد یک کد مثلا بکنم که مثلا بگم شما مثلا دایره میکشید میگین 0 1 میذارین 2 میذارین 3 میذارین قشنگ میتونین ببینید تو خب دنیای کامپیوتر خب میگه 0 0 0 یعنی 0 میشه بعدش مثلا میزنی 0 1 0 میشه 2. خب چون که مثلا
ارقام هر جا بذارین یک وزنی داره. مثلا 943 سه ضرب در یک میشه، چهار ضرب در ده میشه، نه ضرب در صد میشه. پس بنابراین این یکی که مثلا میذارین، یکی ضرب در یک میشه، یکی از یکی ضرب در دو میشه، این ضرب در چهار میشه. یعنی که پایه ما همون بیسمون همون دو خواهد بود. بالاخره کامپیوترها با صفر یک کار میکنه، همه کامپیوتر کلاسیک با صفر کار صفر یک کار میکنن و یا صفر هستش یا یک. ولی در دنیای کوانتوم کامپیوترها ما بت نداریم، کیوبت داریم. کیو یعنی کوانتوم بت. کوانتوم بت میتونه هم صفر باشه هم یک باشه در یک آن. یعنی چی؟ یعنی که شما حسابش کنین سکه یک قرونی دوزاری، نمیدونم زمان نمیدونم حالا اصلا سکه وجود داره تو ایران یا نه، ولی خب مثلا شما یک قرونی که یه میلیونی که یه تومنه، یه قرونی یه زمانی بود که گفتیم شیر یا خط مینداختیم تو هوا این میچرخید، زمانی که داره میچرخه شما نمیدونید صفر یا یک، نمیدونید شیر هست یا خط هستش. پس بنابراین اینو بهش میگن سوپر پوزیشن، چون که هم میتونه صفر باشه هم میتونه یک باشه تو هوا. من نمیتونم دقیقا بگم وقتی که روی دست من میشینه و وقت میتونم بهتون بگم صفر هستش یا یک. اینو بهش میگن سوپر پوزیشن. و در یه چیز دیگه هم هستش در کوانتوم کامپیوتر، دو تا بت با هم دیگه، دو تا یا چند تا بت با هم دیگه اینتنگل میشن، در هم دیگه نهفت چیز میشن، قاطی پاتی میشن و شما این وقتی بله در هم نهایده میشه و اینا رو از همدیگه دورشون بکنی، شما مثلا ببرنش یکیش برش کره مریخ، یکی برش مثلا او برای کهکشان، یکیش رو شما نگاه کنی که چی هستش، دومی هم همون حالتش فوری درش چیز ره. اگه مثلا داره این کورکا داره الکترانه داره مثلا به طرف مثل ساعت به طرف ساعت میچرخه، اون میدونیم که داره برعکس ساعت میچرخه. رو همی از دیگه سرعت نوری که 300,000 کیلومتر در ثانیه هستش، ما دیگه داریم اینو چیکار میکنیم؟ داریم از این رد میشیم، چون که داریم در یک آن در یک اینستنت از اینجا به اونجا داریم اینفورمیشن پاس میکنیم. اگه اینجا صفر شد اونجا مثلا یک میتونه باشه. بله بله بله. به خاطر همین شما نگاه کنین خیلی بحث پیچیده، یک استاد بسیار بسیار بزرگ ریچارد فاینمن که آمریکایی بودش، در دانشگاه آمریکا درس میدادن و ایشون اومدن بحث کوانتوم کامپیوتر رو پیش کشیدن و بعدش هم سال 1985 آقای دیوید دویچ بودش که اومد درباره کوانتوم کامپیوتر صحبت کرد. خب کوانتوم کامپیوتر صحبتش کردن، خب درست کردنش اینا خب یه مقدار چالنجی داره که میتونیم دربارش بیشتر صحبت کنیم، ولی خب کوانتوم کامپیوتر خیلی کاری. حالا بذار آقای روپا همینجا رو نگه دارید پیام رو ببینید، چون دارید بیرید این جزئیات کوانتوم کامپیوتر که ببینیم که اون چیه، وقت داشته باشیم پیامانی ببینیم اون برمیگه. خب جناب آقای فرزاخان روپرور بفرمایید، چیزایی گفتید من خیلی برام جالب بود که خب البته من قبلا هم میدونستم نور خورشید ما تو 7-8 خورده ای میرسه و شما فرمودید 360,000 کیلومتر در ثانیه. 300 حالا 300,000 کیلومتر. الان این داستانی که شما فرمودید که با یه نگاه معلوم میشه اون برای قضیه داره برخلاف ساعت داره میچرخه، دیگه از نور خورشید هم گذشته، سرعت نور خورشید. بله. الان بفرمایید به این ترتیب هم سعی میکنم که با زبان خودم صحبت بکنم، زبان راحت، یعنی زبان غیر تکنولوژی. پس به این ترتیب یه روز میشه که با همین یه دستگاه یه چیزی تو بدن انسان کار بذارن که دیگه احتیاج به هواپیما و اتوبوس و قایق و کشتی آدم فکر کنن بینگ میخواد بره تهران، بره تهران با همون سرعت که الان دارید میگید. نگاه کنید دو تا مسئله هست. شما میتونید اینفورمیشن و اطلاعات در سریعتر از سرعت نور چیز کنید. شما الان مثلا یه مقدار تو واتساپ یه مسیج میفرستید، یه مقدار طول میکشه که از جای اینفورمیشن ها بالاخره فرستاده بشه به ایران یا هر جای دنیا که میخواید. خب این سرعت به سرعت نور داره این اطلاعات رد و بدل میشه
بین استیشن‌های مختلفی که در راه هستن. ولی خب اگر بخواین انسان‌ها رو تلپورت کنیم، یک انسان بعد تکنولوژی، من فکر می‌کنم اول هر چیزی که به سرعت نور بخواد برسه تبدیل به انرژی باید بشه، چون که واقعا هر چیزی که سرعت اون فرمه انیشتین هستش که ای مساویس ام سی سکورت هستش، و اون نشون میده که شما اگر بناست یه زمانی به چیز برسین، اگر بناست به سرعت نور برسین، واقعا وزن خیلی اصلا حالت عجیب غریب پیدا میکنه. رو همه از اطلاعات و اینفورمیشن شما میتونید با سرعت بالاتر از نور بفرستین، و الان دانشمندان این کار کردن، در حتی در چین اومدن این تنگل کردن، الکترون های مختلف بودنش جای مختلف، و متوجه شدن که هر اثری که از این میبینن در اون این تنگل الکترون ویکیون دقیقا همونه میبینن. ولی گفتن کاربرد کاری کامپیوتر، کوانتوم کامپیوتر چالنجای بسیار بسیار زیادی در پیش داره. این رایانه های کامپیوتری هنوز در مرحله اولیه هستن، ولی پتانسیل واقعا عجیب غریبی دارن برای انقلابی که در بسیاری از زمین ها هستش. مثلا شما همه فکر میکنن کوانتوم کامپیوتر مثلا از سوپر کامپیوتری که مثلا در کلاسیک کامپیوتری داریم خیلی بهتر کار میکنن، البته فقط در یک موارد بسیار بسیار بخصوص، اگه دارن کاری مأموری مثلا میکنیم، داریم ضرب میکنیم، تقسیم میکنیم، جمع میکنیم، سوپر کامپیوتر ها خیلی سریع تر از کوانتوم کامپیوتر خواهند بود و هستن، و اصلا جای چیزم شکی داشتم نیست که هیچ وقت نمیتونن مقایسه کنن خودشون رو با سوپر کامپیوتر ها. ولی یک حالت و چیزه یک برنامه های مخصوصی هستش، یه طراحی هستش در مثلا شما حسابش کنین، اگر من به شما گفتن بین عدد 1 تا 100 میلیارد یک عدد انتخاب کن، شما اون عدد که انتخاب میکنی در ذهنت، اگر من به سوپر کامپیوتر بخوام میگم آقا این 1 میگین نه، میگیم 2 میگین نه، میگیم 3، همینطوری میرین پیش تا برسین مثلا اون عددی که شما در فکرتون بود، میگه بله درسته. ولی کوانتوم کامپیوتر با یک حدس میتونه دقیقاً بهتون بگه که اون شماره که مثلا گفتین 493 میلیون و 252 هستش، دیگه نمیخواد یک کیکی ازتون بپرسه. رو همین هست میتونه، چون که گفتم این صفر و یک های اینا سوپر ایمپوست هستن، یعنی هم میتونه صفر باشه هم میتونه یک باشه. به خاطر همین الگوریتمی که نوشته شده واسه این کوانتوم کامپیوتر اینا خیلی مهمه. این مسئله اولشه که واسه همه چی هم نوشته نشده. مثلا در رمزنگاری، همون سایبر سکیوریتی، شما میدونید که وقتی مثلا یه مسیج من میخوام از اینجا بفرستم به شما از طریق واتساپ، یا سی آی ای میخواد واسه یکی از ایجنتاش در یک کشور دیگه یا در هر محل دیگه بخواد بفرسته، اینا اینکریپتش میکنه، رمزنگاریش میکنه. این رمزنگاری کردن مثلا یه عدده هستن که مثلا درشون بهش میگن پابلیک کی و پرایوت کی، که کلیدهای خصوصی و عمومی دارن، و یه مقدار الگوریتم داره که اینا چیز میکنه. حالا وارد ریاضیاتش نمیخوام بشم، ولی شما حسابش کنید که مثل کلیدی میمونه که شما اینا مسیجه شما رو میزنن توی گاف صندوق، میفرستن پیش من و من اون کلید گاف صندوق رو دارم، و این عدد اگه شما اون کلید من، کلیدی که من دارم میگم، اون عددی هستش که هست، و این عدد از ضرب 2 تا عدد اولیه هستش. این عدد اولیه که شما حسابش کنین پرایم نمبر بهش میگن، مثلا عدد 1, 3, 5 که فقط بر خودشون بخش پذیرن، و 1 اینا رو بهش میگن عدد اولیه پرایم نمبر. رو همی هست این عددی که هستش حدود 4000 بیت داره، یعنی 4000، یعنی حدود حسابش که 400 رقم، یه عدد 400 رقمی این کلید من هستش، که دو تا عدد ده هم یه ضرب بشن که این عدد 400 رقمی به وجود بیاد. کامپیوتر کلاسیک ایت تکس 5 میلیارد سال طول میکشه که اینو بخوان، 5 میلیارد سال متداوی ای کار کنه طول میکشه که این دو تا عددی که در هم ضرب بشن یه عدد 400 رقمی میشه بهتون بگه. ولی کوانتوم کامپیوتر در عرض چند ثانیه یا حتی اکثر چند دقیقه میتونه این کار رو انجام بده. پس بنابراین رمزنگاری و شکستن کودها که الان واسه ما خیلی اصلا این پاسیبل هستش، غیر ممکن هستش، در زمان آینده که با کاربردهایی که در
رایانه‌های کامپیوتر، کوانتوم کامپیوتری هستش، این مسئله حل میشه. و به خاطر همین هم هستش که کشورهای مختلف الان دارن مسابقه گذاشتن که کی زودتر به کامپیوتر، کوانتوم کامپیوتر سوپرمسی، یعنی برتر از اون یکی برنده بشن، جلو بیافتن. و تمام مسیجا و تمام پیام‌هایی که بین کشورها، بین هر کسی داره رد و بدل میشه، اینا هم کشور چین، هم تمام کشورهای دنیا، انگلیس، اروپایی، آمریکایی، فرق نمی‌کنه، ایران، همه اینا رو دارن جمع‌آوری می‌کنن با امیدی که یک روزی یک کوانتوم کامپیوتری داشته باشن، بتونن این بینن چه حرفایی مثلا بین آژانس ایجنت یا CIA مثلا داشتن رد بدل میشه، یا بین چین و روسیه صحبت میشده و و و. به خاطر همین کوانتوم کامپیوتر واسه رمزنگاری خب خیلی عالیه. در کار داروسازی، طراحی جدیدهای دارو، چون که در سطح مولکولی داره بهشون نگاه میکنه، خب خیلی راحت میتونه کارهای مختلفی انجام بده. در کشف مواد جدید با خواص خاصشون، باز اینا میتونه چیز کنه. و مهمتر از همه هوش مصنوعی. شما وقتی هوش مصنوعی دارین ترینش میکنین، دارین تعلیمش میدین، بیلیون ها نوران سل داره، سله نوران دارن، و این سله رو باید به مرتب عوض دوگز بکنه، با قول شیرازی ها تغییرشون بده و ماساژشون بده که این عدد جا بیافتن. و این خیلی طول میکشه، یک سوپر کامپیوتری هزار سال طول میکشه که این کار انجام بده. به خاطر همین هم هستش که هزاران کامپیوتر جی پی یو رو با گرافیک پروسسور میذارن کنار هم دیگه، همشون با هم دیگه در حال موازی بودن، یعنی با هم دیگه در یک آن شروع میکنن چیز این مسئله حل کردن، که 5 6 ماه طول میکشه، 3 ماه تا 6 ماه بستگی به قدرت اون جی پی یو داره که بتونن این پارامتری مون، این نوران سلا و ویت سلا، نمیدونم بایاس غیر و غیره، اینا رو میشن محاسبه کنن. ولی خب وقتی که هوش مصنوعی شما و الگوریتم های هوش مصنوعی میتونن بسیار قدرتمند بشن، وقتی که شما اینا رو با کوانتوم کامپیوتر ادغام بشکنی، یعنی دو تا واقعا جاین، دو تا عظیم الجثه، یکی در حال به یکی در سافر با هم دیگه بذارین، من فکر کنم اصلا دنیا یک چیز عجیب غریبی خواهد شد. عالی. باور کنید که دکتر مهندس فرزان خانه نازنین، من احساس کردم تو کلاس درس هم، باور کنید. یعنی اون موقع فقط تفاوت این بود که هی من سر کلاس حرف میزدم، هی معلم آقا حرف نزن یا من بیرون میکردن کلاس، الان اصلا حرف نمیزدم، اصلا فقط تمام توجهم به صحبت های شما و کلاس بود. واقعا با این تفاوت که اونجا شیطنت میکردم، مرتب از کلاس بیرونم میکردم، اینجا خودم داوطلبانه گوش میکردم و حرف نمیزدم، هیچ صحبتی هم نکردم. شما گل سپاس گذارم، سپاس گذارم جناب سپاس گذارم از سپهر خسروی عزیز، کارگردان فنی گپ خودمانی با ستاره ندا در تلویزیون ملی پارس، و این سپاس هم از تماشاگران عزیز از سر تا سر جهان، و این درود دارم، درود بی پایان، و این سپاس دارم، سپاس بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران کنیم. شب روزتون خوش.